درود بر شما. با معرفی یک خودرو ویتنامی در خدمتتونم. تاکنون دو تلاش در ویتنام برای ساخت خودروی ملی به شکست انجامیده است. ایده ساخت ماشینی در ویتنام که بتونه خودروسازان لوکس جهان رو به چالش بکشه، بلند پروازانه است و شاید غیر ممکن به نظر برسه. اما یک شرکت تازه تأسیس ویتنامی با تکیه بر تکنولوژی آلمانی، طراحی ایتالیایی و مدیریت آمریکایی میخواد با این چالش روبرو بشه و اولین ماشین ویتنامی را با کمک آنها به جهانیان معرفی کنه. وینفست در نمایشگاه خودروی پاریس یک شاسی بلند و یک سدان رونمایی کرد. این ماشین‌ها در ایتالیا طراحی شده‌اند. استودیوی اصلی همراه با 3 استودیوی دیگر ایتالیایی حدود 20 طرح مختلف برای این ماشین‌ها ارائه کرد و وینفست طرح نهایی را با رأی مردم انتخاب کرد. هر دو ماشین روی پلتفرم نسل‌های قبلی BMW ساخته می‌شوند که کارخانه اتریشی ماگنا آنها را به روز کرده است. موتور دولیتری ماشین‌ها را هم BMW به این کارخانه داده است و جعبه دنده آن هم در کارخانه آلمانی زدف تولید شده است. مدیر کارخانه ویتنامی وینفست یک آمریکایی است. جیم دلوکا پیش از آمدن به ویتنام یکی از مدیران ارشد جنرال موتورز بود. بیشتر مدیران دیگر این شرکت هم پس از تعطیلی کارخانه جنرال موتورز استرالیا به وینفست ویتنام آمدند و تعدادی هم از شرکت‌های فورد و فیات کرایسلر به این شرکت پیوسته‌اند. سرمایه این کارخانه را وین گروپ، بزرگترین گروه تجاری صنعتی ویتنام تأمین کرده و تاکنون 3 میلیارد و 500 میلیون دلار برای ساخت این کارخانه سرمایه‌گذاری شده است. آقای دلوکا میگه اگرچه تمرکز شرکت ابتدا بر بازار ویتنام است، اما کمتر از یک سال دیگر وینفست محصولاتش را در بازارهای دیگر جهان هم عرضه خواهد کرد. با وجود واکنش مثبت رسانه‌ها و کارشناسان در نمایشگاه پاریس و حضور نام‌های مشهور در کنار وینفست، هنوز قضاوت درباره آینده آن زود است. برای کارخانه‌ای که هیچ سابقه‌ای در تولید ماشین ندارد، ساخت ماشین‌های با کیفیتی که بتونه با ماشین‌های لوکس اروپایی و ژاپنی رقابت کنه آسان نخواهد بود. به علاوه وینفست برای جهانی شدن مانند مارکای کره‌ای و ژاپنی ابتدا به بازاری پر رونق در ویتنام نیاز دارد. تکیه بر غرور ملی هم به عنوان انگیزه‌ای برای تشویق تقاضا ممکنه کافی نباشه. البته جیم دلوکا میگه این شرکت به سرنوشت ورشکستگی پروتون مالزی دچار نخواهد شد و وینفست تا 10 سال دیگه به نامی تبدیل خواهد شد که مردم سراسر جهان اونو میشناسند.